چیه وسط جاده افتاده؟ انگار گاوه. نه بابا جم، اونم یه چیزیه. نه بابا یه کپ خاکه. بابا یه شطوره. همه تو کور خوندین اولاغه. چی شده؟ چرا اینجا قش کرده؟ نکنه ماشین زیر گرفته مرده. بعد وقت مادر مرده قش کرده. حالا چیکارش کنی؟ چیکارش کنی؟ خب سوارش کنی دیگه. این دیگه چه کلکه؟ مگر جونت سیر شدی که وسط جاده خوابیدی؟ چی کار کنم بابا؟ آخه برادر من فکر مردمو بکن، خدای نکرده اگه رفته بودی زیر ماشین چی کار میکردی؟ من چی کار کنم؟ چهار ساعت اینجا باشدم یکی منو سوار نکردی. هنچی که خودمو به مردن زدم همون ماشین اولی که تو باشی نگه داشت. تا زنده ایم کسی به ما محل سگم نمیذاره، همچی که میبینی برا هر طرف کمک میشه. لا 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 لا. خب حالا کجا میخوا بری؟ خب معلومه تهرون دیگه. خیلی خواست سوار شو بریم با سوار خدا شو. خدا انشالله همه پدراشو بیامرد. خدا انشالله همه شو بهش نجات بده. خدا انشالله سایه شما را از سر ما کم 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 نکنه. ایراکی میدن؟ نه بابا دارم فیلوا میکنن. جونه من راست میگی؟ نه آقا جون شوخی میکنه، اینجا استخدام میکنم. اه؟ بله. پس چرا شما ها نمیدین کار بگیری؟ ما رفتیم قبولمون نکردم، تو برو شد قبولت کنم. بسیار خوب، من کاری میخوام. خدای با امیده تو. ای خدا دیرم اینا چه اینا چه جونه برایی هست؟ نکنی اینجا باغ وحش هستی؟ وای ما همه جور آدمیم، آدم چهار طبقه دیگه نهیده بود. سرگو بنجون وای خدا جونم من غلط کردم، ما کار نبونه خونه هست. وای خدا جونم فرار کنم. برگرد برگرد امید جان دل مرا
من این ننگ و رسوایی رو نمیتونم تحمل کنم. ای وای الان سلاخ سلاخش میکنه. حالا که راستشو نمیگه بابا ولش کن راستشو میگه. بلم کن من نه بابا من شیش نمیدونم شرنش بکنی. دختره به این قشنگی داشت میخون تو نداشتی تو دیوونه ای. بلم کن پس تو بودی وردن من اشتازه میکنه. نه من نبودم عوضی گرفتی به چنگم افتادی. آه پس بمیر. آخ شهید شدم بخ بر اون کوزک پاد لعنت. کاش با درش عشق بازی میکنم بعد شاید میشم. عالی بود خوب بازی کرد. ببین خجالت بکش دو ساعت تمرین کردی ارزه نداشتی اینجوری بازی کنی. اصلا من نمیدونم این خیکیه چی بود از کجا پیدا شد. خیلی خوب بازی کرد. احسن این شد بازی. اینه میگه هنبشه این بازی رو میخواستم. آقای عکاس خواهش کنم یه عکس از سر بگیر. بله قربان. ای وای خب الحمدلله که حالت خوب شد. یه ساعته که بیهوش شدی. پاشو اینجا کجاست؟ من زندم؟ چطور نمردم؟ پس سلاخ گلابو آخه همه اونا رو که دیدی قلابی بود. ما رول بازی میکردیم. فقط تو از ترس صدای تیر بیهوش شدی و الا تیر به تو نخوردی. نخوردی؟ نه خیر تیرا قلابی بود. قلابی بود؟ آخه چطور ممکنه من نمرده باشم؟ نه خیر من مردم. میگم نمردی بابا. باور نمیکنی؟ خیلی خوب بفرما. چه نمیداری؟ آخه ما چه میداری؟ چه نمیداری؟ مگه یتیم گیر آوردی؟ آخه چه نمیداری؟ چه نمیداری؟ چه نمیداری؟ معذرت میخوام منو ببخش. آخه میخواستم به ثابت کنم که تو زنده ای. چه فایده داره؟ فایده این زنده بودن چیه؟ چطور مگه؟ هیچی واسه یه لومنون همش باید دنبال کار بگردم. آه پس تو برای کار اینجا اومدی؟ آره. رسی شما چی کاری؟ تو کافه آواز میخونم. قرار بود اینجا به من یه رولی بدن نشد. الان که آزمایشی بازی میکردم کارگردان ازم ایراد گرفت. گفت چون سکسی نیستم به درد نمیخونم. چی کسی نیستی؟ خب اسم چی؟ آه نوکر شما شهر بود. تو این شهر غریبم. هیچ کسم ندارم. از بیکست و کاری میترسی؟ نه ترس منم مثل تو هم. تو هم داداش من قصه نخور. یه کاری برات گیر میارم. من بمیرم راست میگی؟ کار؟ چه کاری؟ گرسون تو به چی؟ بزم صفای این مشتری ما را آماده نما تو برشان سرویس قضا را. چون خدمت گذاره همه هستیم بهر شادی مردم میرخسیم. این را مشتران آمن و آقا خادم شما بودیم و هستیم. این رقص و این آواز این نغمه و این ساز بهر شما خانی با دنبک و با جاز. ما خستگی کار از تنها براریم تا نشاط و شادی جایش بگماریم. گرسون های گرسون. بله بله قوی بود آقا میخواد کشک بادم جون.
barıp bu çalgı çalan mende hamumuz. Nökeriz size kurban olarım, siz hamuza kuluk ederik. Sizin hatıra vurup çalarım, bu çalgı çalan mende hamumuz. Nökeriz size kurban olarım. Aman şimere az zil o az yan Gani murakim takibi biçer Garmi amara garbu kunit aydad bidar شما بتونم کار کنم به ما چه کپیران نداری امشب بی پیران کار کنه هر مرد حالا اگه چی شده تو قرکنی بشم باقی احمق دیر کردیاد برو گم شو ببخشید آقای غلط کرد نفهمید خودم نوکر شما کوچک شما کافه مال خودم ارادت من ببخشید غلطی کرد باید گذشت کنه برو گم شو بسر یالا آخه چرا منه میدنی من چی کار کردم من داشتم اینا رو جمع میکردم تو برو گم شو خودم نوکرتونم کوچیک شما ارادتمندم همین امشب این پسر رو بیرون میکنم یه پسر یه دست آقایون ماچ کنم از درست بخوای یلا زود باش پسر بلش کن آقای مدیر این انسانیته فرشش بدین کتکش بزنین اون وقت بیاد دست و پای آقایونم ماچ کنه خفشو دختره یه پر رو تمام تقصیر توه اگه یه همچی گدا گشته ای رو به من معرفی نکنی از این پیش آمده نمیشه آقای مدیر درسته که منو امثال من گدا گشته ایم درسته که تو حفاظمون یه ستاره نداریم ولی تو ما زحمت کشه و فقیر فقرا یه جو شرف و انسونیت پیدا میشه که میارده به صد تا مثل شما متبلغا و بادنجون دور قابچینا خفه شو وگرنه الان بیرونت بکنم زحمت نکشیم من خودم میرم حروم بشه اون نونی که بخواد از قبل شما حق کشا در بیاد بیگیر اینم ببر بره ننجون زنده با شبون آقای مدیر چطوری؟ دختره یه بیر هایا خجالت بکش بد کردم برا دوتا گرفتم تو کوچه ها ویلون آدمت کردم تو تنت یه دست لباس نبود برات لباس خریدم برو کارتا بکن یلا مشغول شو آقای مدیر بوتینا اون ماما رو دو برد من دیگه اینجا کار نمی کنم چی گفتی؟ همین که گفتم پس بگو آقای مدی عرض داشتم یه نینجا عرض کنم که اینو داشته باش تو باید ولی ما این رفاقت رو به خاطر تلافی نمی کنیم هیچ رقم هم چشم داشت نه بده در راه رضای خدا رفیق جدید الولاده پول داری بده به این یارو نداری با... تو بده اقلا متاسفم بیا بگیر اینم آخرین پولم اقلا تا یکی گرست نمم بیا ظاهر و باطن همینی که بود خدا خودم برم که هیچی ندارم خیالم از هم دولت راحته تو کافه عجب خوندنی کردی ها اما ما اونجا هیچی نفهمیدیم اقلا اینجا باش خودمون بخون ای عاشقم عاشقم دیوانم جانا ندارم خانی شب به کوی عشق کردم شب به کوی عشق
خانه دارم، دل مگر دیوانه ای جا. چه من نفهمیدم این که دست نداشت، پس کی بود داشت کف میده؟ راست میگی، پس کی بود؟ راست میگی کی بود؟ به به، عالی بود، کیف کردم. وای بفرمایید پولتون رو پس بگیرید، این پول از گلوی من پایین نمیره. چرا؟ آخه شما گفتین که این آخرین پولتونه، گذشته از اون من خواننده ها رو دوست دارم. نه بگیر مال خودت ابن. نه بابا بده به من. اوه انقدر آدم مفخور و پولدار هست که میرم اونا رو سرکیسه میکنم، چرا شما رو بدوشم؟ من بیشتر از شماها پول گیرم میاد. میگم که چطوره ما هم بریم گدایی؟ خب دیگه خداحافظ، قربون شما. قربون اون دست پای هنرمنده. عجب کلکی بوده. خب فرشته خانم، اگه اجازه بدین منم مرخص میشم، ببخشین که باعث ناراحتی شما شدم. اختیار داری یه چیزی به ما میدادی و میرفتی. خداحافظ شما، مرمت تو مرمت جما دید، خداحافظ جما. پسر خوبی هم قربان تو. خب منم دیگه زحمت کم میکنم. کجا مگه منزل داری؟ نه بابا بالاخره یه جایی رو پیدا میکنم، زنده باشن نیمکتای شهر داری. نفهمیدم مگه قرار نشد بعد از این داداش من باشی؟ بالا آخه بیاخ، من یه اشاق دارم که امشب رو روز میکنی، مفل نکن برو بدی. نه بابا بذار برم بعدی. لوس نشو، بیا ببینم. آخه من خجالت میکشم. خجالت نداری؟ به مردم حرف در میارم، بذار برم بابا. آخه من فیل تو فنجو خوب بیا. من میرم برم به من مربوط نیست، من اتاقو به مدیر کافه اجاره دادم، اونم الانه یک کرایه خونه به عهده خودنه، اگه پول ندارین اساستونو میریزم بیرون. آخه انصاف داشته باشی، ما این نصف شبی کجا بریم بخوابی؟ من این حرفا سرم نمیشه، یا کرایه عقب افتاده دو ماهه رو همین الان میدین، یا نیم ساعت بهتون مهلت میدم که شندر پندراتونو جمع کنیم بریزیم بیرون. اقلا نیم شبو مهلت بدین، فردا اگه کرایتون رو ندادیم هرچی اساس و زندگی دارم مال شما. گفتم زیاد حرف نزن، زود باش، یا کرایه خونه یا تخلیه، یالا. خیلی خوب الان جمع میکنیم میریم تو کوچه میخوابیم، خدا ذلیلت کنه، تو آدم نیستی بلکه دیوی. اما مگه تو انسون نیستی؟ تو که آبروی هرچی صابخونهش بردی، مگه نصف شبی مستجره بیرون میکنه؟ تو دیو اصلا تو کی هستی؟ منم. تو با این دختره چی کار میکنی؟ بله؟ بیا بلش کن، الان هزار تا تهمت و افترا به ما میشن. غلط میکنی؟ بریم اساسی همونو جمع کنیم، بیا بریم. بجنم حیف، حیف دست من، تو رو باید با پای جمع. صدا در بیاد میکشمه، چقدر به تو بدهکاره؟ فاش بزن. چشم بابت دو ماه 300 تومن. بگیر این 600 تومن، 300 تومن بابت عقب افتادش، 300 تومن هم بابت دو ماه بعدش. اگه بشتمم یک کلمه از من به اونا چیزی گفتی و یا بخوای کلک بزنی یا بیرونشو کنی، وای به حالت. چشم، نوکرتونم هستم، من فقط پول میخواستم کرد. زود باش برو نظر اساسیشونو جمع کنم. چشم. یه جوری درست کن بگو شوخی کردی. چشم، الان میرم از درشون در میارم. چشم آقا. خب فرشته خانم، برای چه کنی؟ من میرم استودیو چند تا کافه سر بزنم، شاید کار گیر بیاره. تو هم برو دنبال کار، قرار ما سر نفش اون خیابون بالا.
کار خوب باوش. خدا خدا. نمیخوای نخوا چه بردو با این دکونه قوز میکن. چه خبر دمو؟ آدم به این گلگی رو بسر خیابون نمیده. شام نهی کن بوشتا کارگر نمیخوای؟ نه جونم خودمونم زیادی هستی. نمیخوای نخوا. بیا اینم تهرون میگن کار فراوونه زیاده. خدایا از بس دنبال کار گشتم خسته شدم. نه خانوم ما نمیتونیم به شما کار بدیم. هر قدرم مشتری یا شما رو بخوام ما حق نداریم به شما کار بدیم. عجیبه. چرا؟ چرا؟ تو با اون پسر شکم گنده دست به یکی کردی و کافیه بابا رو به هم ریختیم. باز میگی چرا؟ آخه اگه ما اونجا دعوامون شد اینجا به شما چه مربوطه؟ چطور من چه مربوطه؟ اون شریک منه. تا رضایت اونو جلب نکنی هیچ که بهت کار نمیدم. برو بیرون. برو پیکاره. من برم رضایت اونو فراهم کنم سگی که باشه. یالا از اینجا برو بیرون. ابراهیم بیا اینو بیرون کن. چخه چخه. بیا برو بیرون. اینا کی؟ این جلو بیا میکشمه. بیا برو بیرون دختر. برو بیرون. برو بیرون و درده به درمون. مرد بیا ارزه نتونستی بیرونش کن کنی. اقلی هستم و گاد گره. آخه خجالت بکش. این چه افتضاحیه؟ این چیه ریختی؟ ای با خدا مرگم بده. خیلی ببخشید. آخه یه نفر این زیر داشت چیز یعنی چیز میکرد. فکر کردم شمایی. خیلی معذرت میخوام. ببخشید. چی چی رو ببخشم؟ پس شما که یادم میشید؟ آخه اینجا محل گذر مردمه. هر کسافتی رو سر مردم میریزی. گفتم معذرت میخوام. اشتباه شد. خواستم بریزم رو سر یکی دیگه. عجب پرلویه. اعترافم میکنی. آخ اگه من یه کاری بودم میدادم شیش ماه زندانی کنم. برو پی کاره. منم اگه قدرت داشتم مردا رو پوزه بند میزدم تا دیگه سر هر گذری کسافت کاری نکنم. هیچی زن اگه مرد بودی میدونی چی کارت میکردم؟ دنگ بارونت میکردم. آتیشت میزدم. تیکه تیکت میکردم. برو فسقلی فسقلیون. وای پام شکست. بابا چی شد؟ مداله دقیقه موتو خورد پوست چه انداختی رو پایی تو برنشه. بابا چیزی نیست. یه خود را برو پاد پوست میشه. سب کن الان حسابشو میرسم. آی خانم آی خانم کجا میری؟ سب کن ببین زیفه. آی چیه؟ ببین چه بلایی سر اون بعد بخو بردی خانم. این موجه ساب برده رو میخوری اقلا پوست چه بیریز تو باکر؟ خفه شم به تو چه مربوط؟ تو آمد بزنه فهمیدی رفته؟ نه بابا ممنونم. زنو که کسی نمیزنه. نزنیشو. نه نمیزنم. فقط تموشا کن. آره یعنی میخواد چی کنه؟ مدل برای زنده نگاه کن. برم خبرش کنه. خانم همشیره. خانم بفرمایید تو اون دکون اینجوری بدید. بسه میداد که رب جیرو نمیدی خواهی. چرا باید؟ آی بابا آی خواهی آی آی باز داره اون روی سگ منو بالا میاره. خانوم همشیره بفرمایید تو اون دکون تا بعد بهتون بگم. آخه نمیدونی چه افتضاحی شده. چه افتضاحی شده؟ اینجا تو نمیگم. اینجا رو نگاه کنی خانم تو بعدی. آقای اون خوب نیست. هر 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 این که خنده نداره گریه داره. خجالت هم نمی کشم. بیمعرفت آبرو خانم رو بردی حالا دو قرطلی میتن باقیه. حرف دهنه تو بفهم و بزن. من نبودم. بریم پیه کارا. من رو بیدهنه بود. من رو بیدهنه بود. خودشه بلش نکنی بزن اینا.
آخه بابا جون من نبودم بعد من درکن اونو ولش کن بابا، این زن دروغ میگه من بودم یه داشتم اینم مابقی پیدا ایلی بابا خودش بود مواظب باش بردم آخه اینجا تهرونه اما این دفعه به خاطر تو میرم زندون قربون معرفت ولی من نه به اون کار راضی بودم نه به این زندون رفتن قربون محبته یالا بیا پیولو بریم بریم باز به همه جا سپرده تا رضایت اونو فراهم نکردم به من کار ندم آه پس اون دیوونه خونه هم چی بود؟ اون اسونیو اسونلولو چی بود؟ اون چی شد؟ مگه نمیدونی؟ آه. اونجا مدیر شریکه آی بابا نزدیک بود کتکم بزنم بچه ها قصه کارو نخورید حالا بریم خونه ما بعدن یه فکری میکنیم آه. چه فکری؟ خجالت بکش مگه اینجا گداخونه یا یتیم خونه است که این لات لوتا رو با خودت برداشتی آوردی اینجا آخه مادر چرا نمیخوای حرف منو گوش کنی؟ من میگم این دختره یه پارچه انسانه دوست داشتنیه اگه کسی فقیر و بیکس شد حق حیات نداره؟ بس دیگه من نمیتونم یه دختره رو که ولگرد تو خیابونه نه مادر تو رو خدا خواهش میکنم یواشتر صحبت کن یواشتر مادر ممکنه صدا تو بشنوه آخه اونا مهمون ما هستن به جهنم؟ دختره به اون قشنگی و بانمکی و خونواده دار و ثروتمند براش پیدا کردم حالا دا قرطونیمش هم باقیه چرا وایستادی نامزدت اون اتاق منتظرته برو پیشش نه برو داد نزن مادر من خجالت میکشم با این دختره دو قدم تو خیابون را برم آخه میدونی اون ژیگولته مردش رو اون پول و ثروتش رو ببره که جز آبروریزی چیزی برای من نداره همش پول پول من اون صفا و صمیمیت انسونیت و نجابت همین ولگردا و آسمون جلا رو با هزار تا از این پولدارا و ظاهرسازا عوض نمیکنم اینم از شانس ماست هر جا پا میذاریم دعوا رو میفتیم بله دیگه آقا اینقدر سرشون گرمه که با نامزدشون هم حرف نمیزن بارو بابا نامزد چی؟ 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 نامزد نه خیلی من نیستی نامزد مادرم هستی برای اینکه اون تو رو انتخاب کرده نه من خیلی دلت بخواست منو ببین که به خاطر تو از هوشی و اسی و بهرام دست کشتم مادر بفرما معلوم شد که خانم قبل از من شیش هفت و نم کرده دیگه هم داشته نبون فرشته فرشته بی خود دنبالشون نگرد اونا فهمیدن که اینجا جاشون نیست نه مادر حتما حرفای تو رو شنیدن که رفتن اونا انسانای واقعی بودن منم مادر تا اونا رو پیدا نکنم آروم نمیشینم اگه بخوای با اونا معاشرت کنی و پاشون رو تو این خونه واکنی خودت هم اینجا نیا بسیار خوب باشه غریبی در یه بی در من غریبی بابا سگرماتو واکن قصه چی چی رو میخوری مگه داداشت برده خدا کریمه بله مرد پاس بترد بلب کنی بابا بلب کنی برد کنم بابا چون گرفتیده بابا برد کنم بابا هم دادگی من کنی بل میکنم خدا من بابا میشیدیده آقا شلواره آقا آقا تومونه ده آقا آقا تومونش دست مامون تومونش نمیدونم چی بود نفهمیدم ما چرا شلواره بابا رو کندیم من نفهمیدم یارو چی این چه تو جیبین یارو جواهر اوه جون جواهر و جواهر زیادم جواهر بی حرکت دست رو بدم حرکت خودشونم آقایی پاسه با ما نبودی ببینم اون یکی رفیقتون کجا رفت به خدا ما دو نفر بیشتر نیستی گفتم اون یکی کو خوشت میاد میگم ما دو نفر بیشتر نبودیم دیگه حالا کارتون به جای رسیده که پولا و جواهرات مردم که میدوزدین هیچ شلوارشو نمیدوزدین چیکار کنم یه نفر خودی شلوارشو کند و داد دست ما و در بله بله خودش
کردن و رفت. چرا مگه دیوونه شده بود؟ چه میدونم، جوونه مسابقه دود و شلوار داشت اذیتش میکرد، میخواست آزادتر بدونه. بله چه خوری خوب. یالا بیافتین جلو حق بازار. بیافتین جلو؟ چرا؟ ما چی بیافتیم جلو؟ ساکت باش، هر حرفی داری تو کلانتری بگین. چرا بیافتین جلو؟ بریم. بله بهتر از چیه که تو کلانتری پلو میدن کربونه برم. یالا کربونت برم سریشو بگی اون بر شهیدم نکنی یه وقت. جناب سروان جیگرم آتیش زده. لا لا از زن و دختر باغبون خونمونم نگذشته، اینقدر با اونا لاس زده تا اونام قر کردن رفتن. من میدونم چشه، اصلا چشم خیلی. به خدا دروغ میگه، من روحم خبر نداره. آره به من میگه تو کوچه و خیابون که راه میری اصلا به کسی نگاه نکن، میگه چشماتو ببند. آخه مگه میشه؟ من فقط یه دفعه کلفت خونمونو یه دونه باچه کوچولو کردم همین. خب خانم ادامه بدیم. یه کلفت دارم که نامزد داره، از ترس این آتیش به جون گرفته شبا تو اتاق خودم پیش خودم میخوابونمش. الان در خونمون یه گالمه زن و مرد جمع شدن، میخواستن دست جمعی بیان ازش شکایت کنن، رو دست پاشون افتادم قربون صدقه شون رفتم تا این دفعه‌م گذشت کردم. خب آقا اگه اینطور باشه که واقعا مایه تاسفه، مجبورم شما رو با پرونده به دادسرا بفرستم. زینه جون به خدا من تو رو دوست دارم، اگه یک دفعه دیگه خطایی از من دیدی یا خونم حلال. قربونه بلش کن، رضایت بده بریم خونه، آبروم رفت بده. از آبرود میترسی ها؟ من حاضرم رضایت بدم اما به یه شرط. هر شرطی که بگی خودم نوکرتم. بگو. بردار بنویس اگه یه دفعه دیگه زنی از تو شکایت کنه دیگه هیچ حقی به اموال ثروت خودت نداری. همه مال من باشه. خب عزیز دلم الانم همه اموالم مال توه. نخه اگه راست میگی بردار بنویس. خیلی خب چشم چشم اجازه میدین جناب سروان. خب الحمدلله که آشتی کردم. باز خدا رو شکر که به خیر گذشت. آره بنویس بنویس این جانب. این جانب خیلی خوب. فرشته زن گرفتن در سر رو مواد به سرت بزنه زن بگیری. ما به قریب بگیری ها میشد حسابی. حالا اگه جرأت داری یه دفعه دیگه نگاه چپ بزن و بکن. برو تو. جناب سروان اینو در حال فرار با همین وضعش دستگیر کردیم. قربان جوجم قربان خودشی خود خودش الحمدلله قربان همین خودشی میبینی توبونه باشی توبونه شما خودم از خودتره بودم. بله نگاه کنی توبون باشی. بازم تو پیدا شد؟ آره؟ این شلوار مال توه؟ بله قربان مال خودم قربان. خب الحمدلله ما دیگه رفتیم. نیستی بایشی؟ دیگه چرا؟ اونو برش بیرون تا بعد. اتحاد قربان بریم. خب بیا بریم عزیزم. معذرت میخوام راستی مثل این که شما فرمودین باغبون نوکر خونتون قهر کردن و رفتن. بله بقیده من اگه این دو نفر رو به جای اونا استخدام کنید همینا از بیکاری نجات پیدا کردن و هم شما کار ثوابی انجام دادید. بله والا آخه اینا رو که ما نمیشناسیم. با این که من اینا رو نمیشناسم حاضرم ضمانتشون رو بکنم. بالاخره هرچی باشه اونا منسانن و احتیاج به کار دارن. بله بدم نیست، من که حرفی ندارم. اگه شما ضامنشون بشین من از خدا میخوام. اشکال نداره. خب پس بریم عزیزم. خدا حافظ شما جناب سروان. خدا مرمت روزی جناب سروان. ببخشین که سر شما رو درد آورد. خواهش میکنم ما به این کارا عادت داریم. این کارا بزار بزار. خب حالا بریم محضر اینو تصدیق امضا کنن تا دیگه نتونی زیر امضای خودت بزنی. بسیار خب بفرمایید بفرمایید. جناب سر قربون نیجاته قربون اون آقایی. متشکرم جناب سر. شما خیلی آقایی. راستشو بگو بایلا میکشمت. آخه چی بشون چی شدن؟ مگه من کرایه دو ماه بعدشم بهت ندادم؟ حرف بزن بایلا خفت میکنم. به خدا من نمیدونم، دو روز اصلا خونه نیومدن. پس کجان؟ آخه من چه میدونم؟ اگه باور نمیکنی همه الان در اتاق واسهتون بشکنم. اگه بفهمم دروغ گفتی پیرمرد پوس از کلت میکنم. فهمیدی؟ باشه گوش کن این کار تو آدرس منه، اگه اومدن فوراً بهم تلفن کن خبر بده. فراموش نکنی ها. چشم چشم خاطرتون جمع باشه حتما خبرتون میکنم. باشه Thank you.
نمیدونستم. خیلی خوب بدین آبو همون وقت بیاد. زود باش بیا. اگه بزرگ کارمونو بکنی آدم شیکمون رو دعوتشو کنم واسه نهار اون وقت بگه من نمیام. آخ جون الان میرم کلوبی کنم. یه پارتمانیه نه خیلی صاحبه میجاره این چی ریختی؟ چه هم میدونم یکی هم پشت به ما آب پاشی نگاه کنم. خب من تمام کارها رو درست کردم. تا اونا نهار میخورن کارمون باید فرد. انجام بدیم. بیا تو بزن بره بده من سرش این چه صدایی بود؟ قرده بابا بگی نهاره تو بخور. این گل بگرشه میره بره میره بره میره بره 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 سادن که شما زامنشون شدین. یه لحظه بهت گفتم یا طلاق یا یه لحظه من نمیتونم باید بشه. من نمیتونم از کجا بیارم از کجا؟ چیه؟ چی شده؟ چه خبرتون؟ آقای افسر شما رو به خدا به داد من برسین. زن من دوتا پاشو توی جبش کرده میگه الا بلا که باید پول قرض کنی و منو بفرستی اروپا. یه لحظه این همه یه الاغ تو مندکند خودمون داریم خانم بیاره اروپا کرده. آخه مگه میشه؟ من از کجا بیارم؟ هرچی بهش میگم ندارم تو باقش برون نمیره که نمیره.
میگه به من مربوط نیست، برو قرض کن، برو دزدی کن. آقا زنم شده رو چشمم چشمی با همسایه‌ها شوهرشو وادار کنه بره هزار کار خلاف بکنه و زنشو بفرسته یه علاق اونم اروپا. آخه ارزه اروپا فرستادن منه نداری، غلط کردی، زن گرفتی بی خود کردی. من نمیدونم یا طلاق یا یه علاق. به خدا طلاق 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 طلاقت میدم. بسیار خوب، فعلا بفرمایید اون اتاق تشریف داشته باشید تا صداتون کنم. خیال کردی، باشه چش خدمتت میرسم. سلام علیکم. سلام. گرفتر خودشه، گرفتر به من نگفته، من نگفته با جون گیشتی، گرفتر به خودشونه بگیرشون، خوش برم همشی، گرفتر به خودشه بگیرش، الان میگم گرفتر رو بگیره بکشده، ببینیر، گرفتر رو بکشش. بله، خودمون هستی. آره، مال، قال چهار ما دازی. مردی که خجالت بکش، نمک به حروم. منو ببین که تازه میخواستم با خرج خودم برای اینا عروسی مفصلی را بندازم. چرا دروغ میگی؟ همین شما نبودین که مرتبا با من عشق بازی میکردین؟ همین شما نبودین که روزی 100,000 تا ماش از من به زوری گرفتین؟ بله جناب سرمون، من دوز نیستم، چون دیدم اربابم بنوم زدم دست. عجیبه، خیلی هم هیزه، خواستم ازش انتقام بگیرم. حالا پشیمون شدیم و هم اومدیم خدمت شما. توف به گور پدر هر چهاره پر روه. چشمم روشن، اینو دیگه چی میگی؟ ها؟ جناب سرباز خواهش میکنم اطلاعات این دو نفر تو پرونده بنویسی. معلومه خانم، البته الان از اونا بازجویی میکنم. نمک به حروما، این بود سزای خوبیای من؟ به ما چه، میخواستین راحت بشینیم. آنا خیلی معذرت میخوام، ببخشید. ما فرما جناب سروان، دو نفر از دوستان من به نام فرشته و شبون دو روزی که مفقود الاثر شدن. شما اینجایی؟ من تمام شهر دنبال شما گشتم، کجا بودین؟ موضوع چیه؟ داستانیه، بریم. حالا اجازه میفرمید ما خف بشین؟ خواهش میکنم، بفرمید. خیلی ممنونم، واقعا که خیلی لوتی هستی. بگم بریم. باور نکردنی؟ باور نکردنی؟ من که باورم نمیشه. میبینین که حالا گفته، یعنی هم چیزی ممکنه. بابا عجب مادری. خب بقیه شو بگو. بله، پیش هر کدوم از دوستا و فامیلامون رفتم که کار برای خودم و شما بگیرم، همشون جوابم کردن، گفتن مادرت سپرده که به تو کار نده. پس تو هم مثل ما مهندس خیابون شدی. بدشانسی ما دامنه دارم گره. خب بچه ها، حالا اجازه میدین منم تو زندگی ساده و بیریای شما وارد بشم؟ دلم میخواد منم مثل شما. ها؟ چی میگی؟ نمیدونم والا، اگه میتونه با بدبختی و در بدری ما بسازه که بسم الله. من حاضرم. پس خوش آمدی، برو بریم. اما نه، باشو باید کار دارم، قبلا باید یه چیزایی رو یاد بگیریم. بگو عزیزم، من حاضرم. هرچند خیلی دوست دارم ولی مجبور برم. چرا همچی میکنید؟ مگه دیوونه شدی؟ حالا گشته ویران به دست تو، به خدا آشیانم. بشنو از دل ترانم، من از زمانم. گشته ویران به دست تو، به خدا آشیانم. تو بلایی تو را میخواهم، من تو را خدا میخواهم. آرزوی وصالت دارم، بی وفا من وفایت خواهم. به من در آشنا و کن جفا، عشق بکندم و برخیز و بیا. عمرم سر آمد زیده تا فتا، به من در آشنا و کن جفا.
از دل ترانم، من از سیر زمانم، گشته به ایران به دست تو، به خدا آشیانم. بشنو از دل ترانم، من از سیر زمانم، گشته به ایران به دست تو، به خدا آشیانم. تو ولایی تو را میخواهم، من تو را خدا میخواهم، آرزوی مثالت دارم، بی وفا نده آشنا با تو جفا. پشت که تو بیا عمرم سر آمد، زه دستت با تو به من در آشنا با کن جفا. کلیت فروشی میکنی؟ بمیره برای این حالی یه بیلیت بده ببینم. مگه حرف بعدی بهش دادی که داری گریه میکنه؟ نه به خدا مهربان جون بیا اینم پولش، گریه نکن گشتی نکن قربونت برم، همه بیلیتاتو خودم میخرم، همشو میخرم، یعنی راحت باشه. من دیگه ارباب نیستم، همه یه زندگی بس دستم رفت. زنم با اون کاغذی که از من داشت همه داراییمو از من گرفت، من از خونه بیرون کرد. من الان یه آدم بدبختی هستم که از ترس آبروریزی زنم از تهران فرار کردم. من حالا حتی جای خوابم ندارم، به طور ناشناس تو قهوه خونه ها میخوابم. این ایوان تو خوشی نخور، مگه ما مردی؟ راست میگه، فکرشو نکن. بله راست میگه. شبا شبا چی شده؟ خبره به شما مربوطه. اصلا ما برای کارهای خودمون یه مدیر لازم داریم، مگه نه؟ آره بله بله، همینطوره، ما بالاخره یه مدیر لازم داریم. تا حالا چهار تا بودیم، از حالا میشیم پنج تا. نترس من اینجا. متشکرم، از همه تون ممنونم. انسانها رو موقع بدبختی باید شناخت. خب تا شما اینجایی من برم لباسم عوض کنم. برو زودم برگرده، یالا زود بار. بله، شما کی هستی؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ ای عاقل باشی و بیست ترسو به ما را بیافتی، هیچ کاریت نهاری. ما کارمون نمایشه، را میافتیم دور شهرستون را نمایش میدیم، شما پول جمع میکنی چطوره؟ خوبه؟ دود باشا کسی نفهمیده ببریمه. نه بازار کنی بله بهترین، چه موشی؟ زود باشی به تیگه تره فرشت رو ببینیم که خوش کنیم. فرشت شهرستون ها بسته، را بیافتی به تهرون. ارباب دستبورت فرشته چطوره؟ خوشی تو من؟
خیلی عالی بود، دست در نکنه، به من خیلی چسب. نوشه جونه قابل شما رو نه. صاحبش قابل. حالا کجاشو دیدی ارباب؟ اگه این نبود ما گشنگی و تنهایی تا حالا مرده بودم. چطور؟ این آدم چونی؟ ده فرشته است آمیری. بسته بسته چخان نکن، فکر فردا صبح باش که باید نون و پنیر بگیری. ارباب خسته است، میخواد بخوابه. تو رو خدا اینقدر دیگه ارباب ارباب به هم نه. خیال داری با مخلص شمایی سمسو پامیشی نون و پنیر میگیری. بج من یه خودی کره بخورم بابا. خیلی خب بابا فهمیدم، اقا قول نکن. فرشته خانم این عکس از کجا بود؟ کدوم عکس؟ آه این عکس بچگی منه. چرا نمیرید بخوابی؟ برشته راستشو بگو، این عکس مال کی؟ از کجا آوردی؟ وا این حرفا چیه؟ عکس بچگی خودمه، اونم خدا بیامرز مادرمه. چطور مگه؟ به من دروغ نگو، این از کجا آوردی؟ اربا ولش کن، راست میگه، این عکس بچگی خودشه، به منم چند دفعه نشونش داده. باور کنید این حقیقت، این عکس خودمه. راستی بگو ببینم تو پدر مادرت کجا هستن؟ من تو اونجا که یادمه پدر مادر به خودم ندیدم. راست میگه، این بی پدر مادره. فرشته پس چه کسی تو رو بزرگ کرده؟ منو فیزیک رئیس کلیه داشت میمرد، منو صدا کرد، این عکسو به هم داد و گفت دختر جون یه نفر تو رو وقتی 3-4 ساله بودی به ما سپرد و رفت. حالا بزرگ شدی، این عکس تو و مادرته. وقتی تو رو به من سپردن این عکس توی سینت بود. الان 3 ساله که من شهر به شهر دنبال مادرم میگردم، توی خیابونا، کافه ها، کوچه ها کار میکنم، میخونم، میرخصم، بلکه بتونم مادرم رو پیدا کنم. یکی قول دادیم به شهابی بدین تا دخترتون رو تحویل بده. من گفتم، ولی وقتی بهش پول میدم که دخترمو به من تحویل بده. ورش دارم خانم، من اطمینان دارم که دخترتون رو همین شاه میده و برای خودش نوندونی درست کرده. حالا چون در قمار هست و نیست و خودشو باخته، احتیاج به پول کلون داره. این دیگه با خودتونه که چیکار کنید و چطور تصمیم بگیرید. من دیگه خسته شدم از دستش پول دادم. من تا حالا قیافه این شخص رو ندیدم، همش با تلفن با من صحبت کرده. این دروغه، دیگه یه شی از این پولا نمیدم. من مباشر و حسابدار شما هستم، وظیفه من اینه که شما رو از خطری که متوجه دخترتونه با خبر بکنم. حالا سال من به امید دیدن دخترم زندم، 14 ساله که مثل یه عروسک منو بازی میدی. بله بله خانم ببینید. نه من دیگه گول شما رو نمیخورم، برید بیرون، ولم کنید، منو تنها بذارید، منو تنها بذارید. ولی خانم مطمئن باشید اگه این پولو بهش نرسونید دخترتون سر به نیست میکنه، دیگه به من مربوط نیست. جون مالکی چرا قوت من در دوبی کیه؟ بگی اینم چرا با بی؟ ملکه باره که نبینم، باره که نبینم، باره نشونم.
بلنده نمارد نه بوره بینه چیو میزنی؟ برو نمارد بیا جلو برو کنار حالا نشونم یه لشگر باشه خود را میکنم بای کنم درگه کی باشی؟ برو کنار نیامر خیاله تو رسیده چه خبرته؟ این چه طرز را رفته؟ آه ببخشید توی؟ خوب شد دیدمه میخواستم برم دنبال شبون ریحانه جون قربونت برم بیا کمک کن دارم میزنن یه برم میزنن چیز دیگه فرامرز به ناچه سا بوده برید شما های جمعه دراش خودتو بخواه هر باز بخواه بگی های نفر بی هم بگی نامرده را توی این آمده یه جمعه نکر بوده 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 برشه بابا سباش بابا سباش نزننه این یه در خواهره بریم بچه آخه شما چرا وارد معرکه شدین میزدن ناقصتون میکردن چیکار میکردین میزدن چی رو میزدن داشتن مگه ما اینجا مداد بودیم دهه مگه کشکه تیک پارشون میکردن خیلی خوب بریم که شانس آوردیم بریم تو اینجور کارا زن نباز خودشو قاطی کنه یه وقت میزنن کار دستتون میاد ریحانه جون فردا میبینمه آره من خونم هر وقت کارم داشتی خبرم بیا به من چه مربوطه؟ چی گفتی؟ من چه میدونم کجا گذاشته رفته؟ چطور به تو مربوط نیست؟ بگو فرشته منو چی کار کردی؟ چه برای سرش آوردی؟ بگو بیام بکن بابا خب دختریتم به خودت رفته پدر که هیز باشه دخترشم نتو شما باز بری ددر چی گفتی؟ من هیزم؟ دختر من میره ددر؟ پس بگیر منو میزنی؟ آره؟ شاهد باشی مردم ها با کی داری حرف میزنی؟ با اونا ها؟ خب خانم این وقتا شب کجا تشریف داشتن؟ پدر جون طاقت نیاوردم به آدرسی که شما دادین رفتم مادرمو ببینم خب تعریف کن ببینم باشه بعدا همه رو براتون تعریف میکنم ولی پدر تو خیلی ظالمی تو حق نداشتی مادرمو با اون پای افریش طلاقش بدی و تنهاش بذاری آخه چرا این کارو کردی؟ سال هاست که این چراها تو دلم عقده شده و منو رنج میده
حالا که تو رو پیدا کردم مجبورم که پیش تو اعتراف کنم. علت جدایی ما فقط گناهش به گردن من نیست، مادرت هم گناهکار، چون ثروت داشت به من با نظر حقارت نگاه میکرد، مرتبا ثروت و فامیلشو به رخ من میکشید، همیشه تو خونه دعوا داشتی، خونه برای من مثل یک زندون بود، دیگه هیچ چیز برای من ارزش نداشت، نه زن نه فرزند. سر همین موضوع از هم جدا شد. یه روز برای دیدن تو به خونه مادرت رفتم، ولی مادرت من از خونه بیرون کرد. اون خیال میکرد تو رو من از خونش دزدیدم و ازش پنهون کردم. میخواستم هر طور شده تو رو پیدا کنم، ولی افسوس تمام زحمات من بی نتیجه مونده است و هیچ خبری نشد. حالا دخترم من از روی تو خجالت میکشم و نمیخوام با مادرت روبرو بشم. آخه چرا؟ برای اینکه اون هیچ وقت منو دوست نداشت، اما من به خاطر تو پیشش میرم. راستی شما نمیخواین اون سند رو از اون زن بگیرین؟ چرا؟ دلم میخواد، ولی حریفش نمیشم. فکر میکنی سند رو کجا قایم کردی؟ معلومه دیگه، یا تو کیفش قایم کرده یا تو کیفش دیگه. چرا؟ نه تو کیفش میذاره. پدر ممکنه نقشه کامل خونه و اتاق خوابو به ما بدی؟ نقشه عرض کن. از اینا خوشن، خبری ازشون نشو. آقای پاسبان چرا وایستادین؟ هر دوشونو توقیف کنین. من پدرتونو در بیارم، آتیشتو میزنم، اوراقتو میکنم. آقای اوراق چی خواهش برم، ناراحت نشید، بنده اینجا هستم. خانم زود باشو این کلانتری. بله زود باشین اینجا رو تخلیه کنین، ما خیلی کار داریم. یالا زود باشو کار داریم. چی کار داریم؟ به تو مربوط نیست که ما رو دیشی اصلا حرف نزن. We'll be right back.
بحر فکر نگرم، از هستی جهان میگذرم، بیا بیا گل بیخارم. از دیدار تو ای سنما میتپد این دل پشررم، چون عشق تو به سینه دارم. خدا که نفار تو مرم، ای دل داره من، تنها یار من، با مخور ای جان، به خدا که نفار تو مرم. از کجا فهمیدی من اینجا هستم؟ جوینده یا بنده؟ خب اومده بودی اینجا چی کار کنی؟ هیچی، دلم گرفته بود، فکر میکردم عاقبت من چی میشه. تو بالاخره جوابم ندادی فرشته. یه دفعه جواب دادم. بریم، دوست نشو. چطور میشه دوست نداشته باشم؟ ممکنه مادری دست از جگرگوشه خودش بکشه؟ خب اون ادره که دنبال پسرت فرستادی چطور شدن؟ هیچ، اونا هم یه پول زیادی از من گرفتن و دیگه غیبشون زد. خدا ذلیلش کنه، این دختره ولگرد چه جادویی به کار برده که پسرمو دیوونه خودش کرده نمیدون. وای خدا دیرم، چه آشتی پلوی میخوریم خدا. سنگوله رو بزه بزنم. چه فرمایشی بود؟ خانم تشریف داره. بله بله بفرمایید. بله بله بفرمایید. برو تو آقا، برو تو. ای خانوم چه فرمایشیه، باز مال شما پسر جوونه، هر جا بره برمیگرده پیش شما. اما من بدبخت 14 ساله که دخترمو گم کردم، امیدی دیگه ندارم. تشریف داشته باشین تا خانومو خبرشون کنم. باشه، تشریف داریم. این چیز کجاست؟ دختره بلگرد برپریده رو گیر بیارم با دندونم تیکه تیکش میکنم. خانوم ها چی کار داشتی؟ چند نفر اومدن میگن با شما کار. خیلی خوب، برو بگو بیان. یه گلوله تو مغزش خالی میشه. حالا چی میگی؟ آخه خدا جونم راحت شدم. این رفیقای نیمه راه کجا گذاشتن رفتن؟ حتما یه کاری چیزی داشتن. اوخ جون، تشنه من بود یادم نبود. نب نباشه یه وقت. نبا با آبه.
خیلی خوب، حالا از من چی میخوام؟ چی میخوام؟ معلومه خانم جون، پول. من پول میخوام. شما باید. تمام اختیارات مالی خودتون از من گرفتین، بازم میخواین ساکت بشینم و هیچی نگم؟ نمیتونم. سالها خونه دل خوردم و صبر کردم و منتظر این لحظه بودم. حالا فرصت مناسبیه. یا اون چکو امضا میکنی یا جگر گوشتو جلوی چشمت میکشم. خب حالا چی میگی؟ با شما هستم، با شما هستم. حاضرین یا نه؟ حرف بزن. دست جوانم بده از سوختای جیمز باندای مورگانیم. بده من این هفتی رو. این قرنبی بود. اوه زامنشو نزده بودم، گیر در رفت. شماره 13 بی زحمت یا آمبولانس هم با خودتون بیار. بر مچکم بشین مادر. مادر خدایا مثل این که پاهای من خوب شده. از تو هم ممنونم پسرم. منو ببخش، من درباره تو و این دختر اشتباه میکردم. مادر فکرش نکن اصلا. منو ببخش مادر، خواهش میکنم به خاطر من با هم آشتی کنید. بیا پدر، یالا خواهش میکنم. افراد گذشته ها رو فراموش کن. گذشته ها گذشته، زندگی من تازه شروع شد. آها چی کار میکنید؟ پس من اینجا چه کارم؟ دخترم. مادر ایشون فرامرزه، خیلی به ما کمک کرده. میدونین چیزمونه. خجالت نکش، بگو نامزدته. پس شعبون کو. شعبون کو. شعبون کو. شعبون کو. ناراحت نباشید، هر جا باشه من پیش خانم شما ها بریم، ولی به شرطی که به هر قیمتی شده شعبون منو به من برسون. خیلی خوب، قبوله. یلا شعبون. چه شعبون، چه پدری از شعبون تو گرون در اومده خدا میدونه. ایش ببر ریشان، ایش ببر این وقت شکلونه بگه اقا خودم رو بذارم که باید کنم. یه دونه ماشین من آقا نگر دار، خیلی هم باده نگر دار، تو رو به مرگ مادر نگر دار. نه خیلی آخه یک کنی داریم دست خالی میریم. یه دونه ماشین، ای ماشین رو من باید تو نگر دار، تو رو به هر بار خاک همه پدران نگر دار. نه خیلی آدم بشون نیست